نزدیکترین قریه به ارگ حکومت است. اما توجه جدی در این راستا نشده در راستای آبادانی و اولین پروژه در ساحه قریه شینا امروز عملا کارش تقریبا تا 95% تمام شده و که تقریبا این 19 کیلومتر مربع تمام سرک ارقوی قریشینه را تشکیل میده که بر علاوه که سرک های فرعیش فعلا این 1 کیلومتر تقریبا یا بیشتر کم این کانکریت اندازی شد. ما در حدود 4500 روپیه هر کارگر ماش میگیره. باز اینجا مختلف بود کارگر، یک تعداد بود کارگرای عالی بود، اونها یک تر اسکیل بودن، اسکیل لیبر بودن، باز با ماشون یکم زیاد بود که اون 7500 روپیه بود و که کارگرای عادی که بود 4500 افغانی بود روزانه. میگم سنگای کلان کلان در زیر کانکریت میکردین. بزی کاری بود که در حدود 200 تا 300 نفر کارگر از این وطن در 4-5 ماه در وقت ساختمان از مزایای کار خود از لحاظ اقتصادی از اینجا مستفید شدن. جی احمد شاه با ممینه در سال 1363 در برج ثور نو تهداب و نقشه گذاری شد. پروژه احمد شاه با ممینه در کجا رسید و قریه که قریه بسیار قدامت باز هم تکرار میگم که تاریخی داره با حالت به حساب 80 سال پیش هم تو قرار داره. یک موضوعی که هموطنان ما زیاد ما بحث های تخنیکی شنا میفهمم، اون مردمایی که از این مسیر عبور میکردن میگن سرک ریگ میته. دو گرفتیم که ما جنجال شد، مرا خود من شخصا از کار جواب داد کشیدن پس مرا وکیل. عضو از این قریه در مورد از این سرک بسیار خرسند هستن و خوشحال هستن. بعد از 3 ماه وقتی شرکت میای ایران نهایی تسلیمی میده به مؤسسه محترم یونپ، اونجا با سیل میکنه و مؤسسه اگر دی سرک کدام عوارض یا کدام مشکل داشته باشه دوباره شرکت مسئول است که جور کنه. قریه 1500 سال قدامت تاریخی داره و ما به چشم خود دیدیم که دی قریه قبرهای قبل از ورود اسلام است. این سرک در مجموع 1060 متر سرک است که 3 کوچه را دبر میگیره، 3 کوچه فرعی را البته. 1060 متر طول داره و 4 متر و 80 سانتی به طور اوسط بر داره، 4 متر و 80 و 75 1060 1060 متر طول داره. مکتب ما فعلا بسیار در یک وضعیت خراب است، گرچه بی ربطم جواب میتم، ولی لیسه ذکور ما یک لیسه ای است که در سطح بگرامی دومین لیسه ای است که جور شده از دید قدامت. در رابطه با کوالیتی کار بر ما بگن، یکی سی از هموطنهای ما پیشتر وقتی که در مجالسشون ما اشتراک کردیم شکایت داشتن از کوالیتی کار. چقدر واقعا کوالیتی کار خوب است؟ با نام خداوند بخشاینده و مهربان، هموطنان عزیز سلام و درود تقدیم همه شما خوبان با امید صحت سلامتی همه ایتون. دوستای عزیز، به ادامه گزارشات امروز آمدیم به سایه قریه شیده، قریه ای که به گفته مردمان محل نزدیکترین قریه به ارگ حکومت است. اما توجه جدی در این راستا نشده در راستای آبادانی و اولین پروژه در ساحه قریه شینا امروز عملا کارش تقریبا تا 95% تمام شده و هموطنان زیاد ما که در این ساحه جمع شدن خوشحال هستند بابت تطبیق پروژه. اما یکی سی از هموطنان ما شکایت هایی دارند که امرایشان صحبت ها می داشته باشیم در لابلای برنامه از چگونگی کاری پروژه و خواست هایی هم دارند. خواست شانی است که یکی از مکاتبی که در این ساحه است، مکتب ذکور شینه، در حالت فروپاشی است و در عین حال یکی از قریه های بزرگ ولسوالی بگرامی هم قریه شینه به حساب میاد که مشکلات های زیاد داره. با هموطنا صحبت های می داشته باشیم، پس تا آخر گزارش با ما همراه باشیم. این پروژه هم گفتم میشه با کمک مالی بانک جهانی و همچنان شرکت یونپ در قریه شینه تطبیق شده. با مسئولین شرکت هم صحبت می داشته باشیم و شکایت های هموطنا را شریک می سازیم با امی مسئولین شرکت که چقدر واقعا اینها جواب های قناعت بخش بر ما می داشته. پس تا آخر گزارش با ما همراه باشیم. بیندای عزیز، در کنار ما یکی از بزرگان دیگه قریه شینه هستند. در رابطه با چگونگی کار پروژه شان میپرسیم و چقدر واقعا راضی هستند و چقدر واقعا خوشحال هستند بابت اولین پروژه که تطبیق میشه در قریه شینه. ما هم سلام علیکم. سلام علیکم. خیر هستید؟ بخیر سلامت باشید قربانتان. در رابطه با این برام بگین که قبلا چقدر مشکلات ها داشتن مردم قریه شینه و خاصتا مردمان این سوهرک برام حسین خیل میگه چقدر مشکلات ها داشتن مردم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و جواب سوال شما چنین فاسق رای بگم که قریه شینه تقریبا 1500 سال قدمت تاریخی داشته و در چندین دوره نظام قبلی هم و در این نظام هم
تقاضای مردم شورای مرکزی قریشی ریس فیدا تمام تقاضایی که نهایت مردم به دچار مشکلات بوده ای سرک در زمستان از گل و لای ترافیک عبور مرور کرده نمیتانست و در زمستان از دست خاکوادی و گردباد که تقریبا این 19 کیلومتر مربع تمام سرک ارقوی قریشی نه را تشکیل میده که بر علاوه که سرک های فرعیش فعلا این 1 کیلومتر تقریبا یا بیشتر کم این کانکریت اندازی شد. ما از مسئولین امارات و بالخصوص شهروار کابل نایه 12 که این پروژه را به ما رای کرده منظور کرده قدردانی میکنیم، ولی این کفایت و پسنده زی کل قریه نبوده، مشکل کل قریه حل نشده، تقریبا 20% حل شده، 80% کار مانده. پیشنهاد ما، تقاضای ما از مسئولین ما ما میز کمی تر با ما پروژه را منظور پروژه دیگر را منظور کرده که اول سرکای ارقوی قریشینه کانکریت اندازی شد و بعد بس کوچه های فرعیش بریم که 80% کاریزی مانده و پیلن هم 20%. ما خوشحال هستیم، خوشبخت هستیم که پروژه آمد بعد از یک مدت زیادی که در چندین نظام ها عریضه شد، تقاضا شد و کار شروع شد، ولی مسئولین امارات این توجه را که شهروار کابل که پروژه را به ما را که ما پیشتر شکری خود بیم. از کار شرکت چقدر راضی هستیم؟ میگم کار یک درک تکنیکی نیست. ما از نگاه ازی که ما خودم انجینر نیستم کار زیر از نگاه کیفیت ما بررسی کرده نمیده، ولی کسایی که اینجا مسئول هست انجینر ها بوده، کنترولر ها داره، اونا بیان از نگاه فنی مسلکی چک کنه، کنترول کنه. ما ظاهر کار میبینیم، ظاهرا بر ما خوب معلوم میشه، ما هم قیم خوش بودیم که کارگرای ما نفرای ما در کار پروژه با ما ما سرک بر ما جور شد. میگن که همی کارگران امامان سای محترم میبخشن میگن همی کارگرای همی قریه هم یا همی جوانایی که در این قریه زندگی میکردن در ایسی کار ازی خودشان هم استخدام شده بودن از طرف همی شرکت که کار خیلی خوب است به نظر من. کار بسیار خوب شده، کارگرای ما جذب شده، 4 ماه مردم ما کار کرده، این قدردانی میکنیم و از پروژه هم قدردانی میکنیم که برای ما شهروال منظور کردی رای کرده، ولی پسندی کل قریه نه. سرک کانکریت شده 80% مانده، یعنی 19 کیلومتر یا 20 کیلومتر مربع این ساحه قریش اینه را تشکیل میده، برلاوی که سرکای القویش مانده، سرکای عمومیش مانده، فرعی کوچه های فرعی بیخی مانده. قسمت مشکل ما 20% حل شده و متباقی مشکلات مانده. ما پیشنهاد ما قضای ما از مسئولین همیز که شرکت های دیگر را منظور کنه اینجا بیاره، همینطور که کارگرای نیروی انسانی از اینجا گرفته دیگه هم کارگرای اینجا یکی سرک جور میشه و دیگر نیروی انسانی ما به کار میفته که کل بیکار مانده و این کار خوب است، قابل قدر است و ما قدردانی و ولی بازم پیشنهاد ما همیز که مشکل مردم بسیار زیاد است. امیدوار هستم مشکلات همتنه ما هم حل شود. دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر از شما. بیندای عزیز در کنار ما یکی از هموطنانی است که در این ساحه زندگی میکنه و در رابطه با این سهولتی که ایجاد شده در این ساحه و خاصتا ایجاد سرک برای اولین بار در قریه ای که نزدیک به شهر کابل است و نزدیک به ارگ است همراهشون صحبت ها میداشته باشیم که اولین پروژه تطبیقش چقدر واقعا خرسند هستن. سلام علیکم برادر. علیکم سلام، خوب هستین؟ خوش اومدین. سلامت باشه، قربانتون. برادر عزیز در رابطه با این بار ما بگین که از ایجاد سرک چقدر واقعا خوشنود شدین، چقدر سهولت ایجاد شده و قبلا چه مشکلات ها داشتین در این ساحه؟ بخیر سلامت باشین. طبیعی است هر عضو از این قریه در مورد از این سرک بسیار خرسند هستن و خوشحال هستن. من خودم از بسیار رای دور وقتی خبر شدم که اینجا افتتاح میشه و رسانه میاد به می هفته آمدم و همی ابراز خوشی خدا بکنیم. میمونم موضوع مشکلات قریه ما با وجود که امور رقم شما یاد کردین، ما در فاصله چند کیلومتری نزدیک با ارگ شهر کابل هستیم. متاسفانه هیچ توجه خاصی به قریه ما نیست، هیچ کسی نیست که صدای ما را بشنوه. ما فعلا با این سرک فقط یک گوشه کوچک قریه ما مشکلاتش حل شده، بقیه تقریبا بیشتر از 90% سرکای ما، سرکای عمومی قریه ما همگیش باقی مانده که تا به حال پخته نشده. تقاضای ما از دولت و از موسسات کمک کننده ای است که به این قریه توجه خاص داشته باشند، چون مشکلات مردم بسیار زیاد است. بیشتر از چند هزار خانواده در اینجا سکونت دارند و از قدامت بسیار زیاد دارند در این قریه. قبلا دوستا گفتند که قریه های اطراف یا شهرک های اطراف ما که در پیشروی ما ساخته شدن امروز همه کوچه و پس کوچه شون نمونه پروژه احمد شاه بابا مینا. میگن دوستای عزیز همتانایی که در این ساحه زندگی میکنن میگه سایه ارزاق قیمت در پیشروی همین مردم محل جور شد، آباد شد، اما متاسفانه قریه شینه هنوز هم
توجه نشده. دقیقاً. خواستای هموطنان ما را میشنوید شما در خواست ما از پیش شما و از پیش رسانه‌های محترم میرس که صدای ما را انعکاس بدن. ما در کوچه و پس کوچه خود نیاز به آبادی و آبادانی داریم تا اینکه موسسات محترم و دولت توجه داشته باشند تا بقیه سرکای ما هم پخته شود و مشکلات معارف ما، مشکلات صحی ما، مشکلات ما زیاد هستند. مکتب ما فعلا بسیار در یک وضعیت خراب است، گرچه بی ربطم جواب میتم، ولی لیسه زکور ما یک لیسه ای است که در سطح بگرامی دومین لیسه ای است که جور شده از دید قدامت، ولی امروز وقت شما به داخلش برین یعنی در حالت یک بندی خانه و محبس سرش خیلی خوب است، وضعیتش بسیار وضعش خراب است، چتایش در حال فروپاشی از دیوارایش. در امو حالت هم شاگردکای ما، خواهرها و برادرای ما میرن درس میخوانن و این یک وضعیت بسیار جگرخون کننده است بر ما. بخدا امیدوارستم که شاروالی کابل هم در این موضوع توجه کنه و خاصتا وزارت معارف که این موضوع برش به گوش هم رسیده. با گفتیم مردمان محل که چندین بار مراجعه کردن به وزارت معارف و این مشکل ایجاد کردن، مکتب لیسی زکورش اینه در حالت فروپاشی است، در حالی که ساختمانش هم دیر وقت نمیشه، تا جایی که از هموطنا شنیدیم میگن دیر وقت نمیشه از آبادیش، اما در حالت فروپاشی است. امیدوارستم که وزارت معارف شاروالی کابل در راستای آبادانی قریه شینه که یکی از قریه های بسیار کهنه ولسوالی بگرامی به حساب میاد، امیدوارم توجه کنه. اینجا یکی از هموطنای دیگه ماست و امروز صحبت ها می داشته باشیم در رابطه با مشکلاتی که چقدر مشکلات را واقعا اینها متحمل میشه به خاطر عبور و مرور. السلام علیکم. سلام علیکم. چی حال دارید؟ خوش اومدین. خوب هستید؟ سلامت باشین. قربانتون. در رابطه با مشکلات قریه شینه بر ما بگوین که قریه شینه چقدر مشکلات داره و قریه است که خیلی نزدیک است به ارگ حکومت، اما توجه جدی نشده و برای اولین بار یک پروژه در اینجا آورده شده و مردم هم خیلی خوشحال هستند از این پروژه که بسیار مشکلات کمشان حل میکنه. مردم اهالی قریه شینه به تعداد 45 نفر در زمان جمهوریت در شاروری که شاهد ازی و ما در جمله از این 45 نفر بودیم رفتیم، به خاطر مشکلات قریه شینه که قریه شینه از نگاه بیشتر دوستای ما گفت برادر ما مدیر صاحب جنابیدی که قریه 1500 سال قدامت تاریخی داره و ما با چشم خود دیدیم که در قریه قبرهای قبل از ظهور اسلام است، یعنی قریه شینه قریه بسیار تاریخی است. همجوار ما قریه هایی که از نمازهای مسجد جمعه را در این قریه میخواندن و پروژه احمد شاه بابا مینه در سال 1363 در برج ثور نو تهداب و نقشه گذاری شد. پروژه احمد شاه بابا مینه در کجا رسید و قریه که قریه بسیار یک قدامت باز هم تکرار میگم که تاریخی داره، با حالت به حساب 80 سال پیش هم تو قرار داره، صرف از برکت امارت اسلامی و شاروالی کسایی که در اینجا احساس همدردی هم رای ما کردن و ریاست نایی 12 که از جمله 100% از ما 20% کار ما شده دیگه قریه. البته یه هم در گذر 18 گذر 20 هم تو به حالت خودش مانده که کوچه های ما کوچه بسیار زیاد دمی سایه 18 6 مسجد است، با تعداد 6 مسجد است. البته این کار در سایه 2 مسجد شده که مسجد حسین خیلی نه که و یکی مسجد جامع محمدی، دیگه مساجد ما 4 مسجد هم تو سرکاش خامه مانده، یعنی در سایه 18 بر ما تنها 20% شد، دیگه سایه سفید مانده. ما امیدواریم از مسئولین امارت اسلامی و شاروالی کابل و از ریاست نهایی 12 که در آینده ما را در لیست بگیره که قریه ما از بدبختی نجات بده و مردم ما از مشکلات مرفوع گردن. قربانتون. بخیر سلامت باشه. دوستای عزیز، قسمی که شما شنیدین و هموطنای ما اینجا یک حصه خوشحال هم هستن بخاطر ایجاد چنین سرک و اما یک حصه دیگه هم تقاضایشان همی هستن که امیدوار هستیم این سرک ها ادامه پیدا کنه و بالاخره لابلای این سرک پیشرفت داشته باشه و در زمین هموطنان ما تقاضایشان همی است که سرک هایشان قیر شوه و پخته شوه، چون قریه نزدیک و گفتیم بازم تکرار میکنیم قریه نزدیک به ارگ حکومت است و در عین حال یکی از قریه های کوهن هستن که قسمی که آقای صاحب گفتن که حتی قبرهای قبل از ورود اسلام هم در اینجا پیدا شده بوده و بدون شک که این قدامت و این قدامت آقای صاحب میگن که ما بچه‌م هم دیدیم این قدامت این قریه رو نشون میده. امیدوار هستم که توجه جدی شاروالی کابل در راستای آبادانی قریه شینه هم داشته باشه و بزرگا هم جمع شدن، ما هم با هموطنان دیگه صحبت های می داشته باشیم، پس با ما همراه باشید.
میندای عزیز، در کنار ما قسمی که میبینید تیمی هست که در اینجا در ایجاد سرک زحمات شبانه روزی کشیدن. امروزشون صحبت ها می داشته باشیم که از کدام نهاد هستن و چند روز کاری بالاخره کار کردن و در نهایت نتیجه ثمرشون چی هستن. السلام علیکم انجینیر سیم. و علیکم سلام، بخیر باشین، خوش آمدین. بخیر سلامت باشین. در رابطه با این پروژه بر ما بگین که پروژه توسط کدام نهاد تطبیق شده و همچنان چند کیلومتر می باشه. بخیر سلامت باشین. این پروژه که هست تمویل کنندش بانک جهانی است که توسط مؤسسه نظارت زیر نظارت مؤسسه یونپس و که توسط شرکت ساختمانی سانسبری به قرارداد داده شده بود تکمیل شد. بخیر. بخیر سلامت باشید. در رابطه با این بر ما بگین که چند کیلومتر است و در چند روز کاری بالاخره کارش تمام شد. این سرک در مجموع 1060 متر سرک است که سه کوچه را دبر میگیره، سه کوچه فرعی را. البته 1060 متر طول داره و 4 متر و 80 سانتی به طور اوسط بر داره، 4 متر و 80 و 75. 1060 متر طول داره. بلومو همی دو سرک یا نه یک سرک؟ سه کوچه است. در مجموع سه کوچه است که 1060 متر طول دبر میگیره و مدت سه ماه را دبر گرفت تکمیل کردن از این 93 ماه کاری را. و چقدر مصارف؟ و تقریبا 1,300,000 دلار این پروژه تمام شد. در رابطه با کوالتی کار بر ما بگین. یکی از هموطنای ما پیشتر وقتی که در مجالسشون ما اشتراک کردیم شکایت داشتن از کوالتی کار. چقدر واقعا کوالتی کار خوب است؟ کوالتی کار خو ما براتون بخی با تضمین میگیم، چون این کار اینجا که هر موادی که ما این سرک ساختیم به سه طبقه سرک ساخته شده که طبقه زیر از یکی هست سبگرید است که او هم بسیار به شکل استاندارد اول آوار میشه و توسط لنگر و لنگرکاری میشه و کمپکسر میشه و باز با توسط لابراتوار رو چک کردیم، تست گرفتیم، تقریبا 98% 97% او ریزلت از آمد و در طبقه از بالاتر از او بود ما سبیز داریم که او هم همچنان تقریبا تا 99-98% ریزلت به ما داد و در سر از او بود پلم کانگریت داشتیم که پلم کانگریت ما دو نوع تست داشتیم، بر از او یک سلم تست دست و یکی به خاطر کیفیت از این کار از اون مروزه تست گرفته میشه و یکی هم سلندر تست است که او باز با دو قسم پر میشه که ریزلتش 7 روزه است و یکی هم 28 روزه است. ما در اینجا 25 ام پی به ما در قرارداد داده شده که 200 مارک 250 باید استفاده شود این سرک، ولیکن ما هم سلندرایی که به لابراتوار بردیم پر کردیم وقتی که نتیجه از اومده 7 روزه و 28 روزه است ریزلت از تقریبا تا 31 33 الا 35 ام پی برای ما ریزلت داده. یعنی قسمی معلوم میشه که ما از اون کوالیتی که به ما داده شده 10% بالاتر ما در کوالیتی بالاتر کار کردیم، کمتر نه. یک موضوعی که همترای ما زیاد ما بحث های تکنیکی شنا میفهمم، اون مردمایی که از این مسیر عبور میکردن میگن سرک ریگ میتا. او این سرک که است دو باز ما وقتی که سرک نو کانکریت ریزی میکنیم چون هوا گرم است در سر از او بوجه را کش میکنیم، یک بوجه تاری میندازیم چون بوجه تاری تو نم نگاه میکنه تا یک چند وقت به خاطر از او را میدیم که زودتر خوش نشه. او بوجه را ما از یک جای به جای دیگه انتقال میدیم. اگر خودتون میبینید در پشت سرتون اینجا کفتیده این بوجه را وقتی که ما در سرک اور میکنین اینا خودشان ما تو ریگ و خاکپور چیزا میباشه تا یک چند وقت تا کوه نگاه کنه، چون نور مردم میبینه فکر میکنه سرک خاک فکر میکنن همین دوستا که شما قسمی میبینید دوستای عزیز یه عمو ریگ است که به اصطلاح در بوجی بوده در بوجی با گفته انجینیر صاحب است و این از کوالتی کار دیگه بیخی دل مردم جمع باشه. ما 100% بر از اینا تضمین میدیم چون این پروژه نیست که اینجا تسلیم میشه و خلاص، چون هیچ چندین ما دلپی دارد تضمین داره. بعد از چندین ما وقتی که دوباره می نهایی تسلیمی نهایی از بعد از چندین ماست، یعنی تقریبا حداقل بعد از 3 ماه. بعد از 3 ماه وقتی شرکت میای ایران نهایی تسلیمی میده با مؤسسه محترم یونپس، اونجا با سیل میکنه و مؤسسه اگر این سرک کدام موارد یا کدام مشکل داشته باشه دوباره شرکت مسئول است که جور کنه. بخیر سلامت باشین. آیا پلان ها است به خاطر انکشاف این سرک بیشتر یا خیر؟ والا دی است ان شاء الله. ما از چندین طریق امرای مؤسسه از یونپس تماس گرفتیم چون مردم وضعیت شکی دیدیم و طول چند سال بر از این قریه بر از این مردم هیچ کار نشده و بسیار با مشکلات اقتصادی و چیزام رو برو هستن و ما خودمون پیشنهاد کردیم بر از اونا که امروز از این مردم بیشتر همکاری صورت بگیره و بیشتر کار شون که تا زمینه کارم براشون مساعد شه و سرکایشون هم از این گلالای چیز شون پاک کرده دیگه. و هم وعده کردن گفتن ان شاء الله کوشش میکنیم که تا بیشتر امروز همکاری کنیم ان شاء الله. بخیر سلامت باشم. امیدوارم که همو دونرهای خارجی شون هم توجه داشته باشه و در زمین شاروالی کابل هم توجه جدی کنن. یک بخش بسیار کوچک قریه شینه نوی سرک آباد شده. امیدوارم که سرک انکشاف پیدا کنه به بخش های مختلف قریه شینه.
تقریبا اگر در سطح قریه محاسبه کنیم آبادی که در قریه شده احتمالا 50% مشکلات مردم حل شده، متباقی مانده. دیگه ما امیدوار از این هستیم که باقی مندی زیرام ادارات زیرب در همه طور کارا توجه داشته باشند. این قریه بسیار یک قریه کلان و در عین زمان قریه به اصطلاح تاریخ دار است. احتمالاً من خود دقیق نمیفهمم، خو میگن این اضافه تر از 2000 سال یا چیز کم از 2000 سال تاریخ داره و این حدوداً 15000 خانواده از این قریه. دیگه به او خاطر احتمال 4500 خانه در این حدود از کیفیت امی سرک که آباد شده مستفید شده باشه، متبقی از این مانده. و آغاز کار از این سرک، از سرک عمومی 80 متری قلعه زهمان خان و ختمشام در آخر یکی از بخشای قریه هست و یک سرک دگام در وسط قریه ماست که به مسجد جامع قریشینه وصل شده. این در حقیقت دو سرک جور شده. در روزهای اول که نماینده های ادارات مختلف دولتی در اینجا تشریف آورده بودن، به شمول نماینده بخش یو این پی اس و شاروالی کابل، در مورد ای که چقدر هزینه برداشته شده و تروازی بر ما نگفتن. منتها در هر حالتش خوبی از این کاری بود که در حدود 200 تا 300 نفر کارگر از این وطن در 4-5 ماه در وقت ساختمان از مزایای کار خود از لحاظ اقتصادی از اینجا مستفید شدن. که بعد از چندین سالا که اینجا این سرک بسیار مخروبه بوده، در زمستان عبور و مرور ترافیک به بسیار مشکل بوده، مردم از این را به بسیار مشکل عبور و مرور میکرد و نهایت مردم به تکلیف بوده، و باز هم که اقدام که شاروالی کابل با اثر تقاضای شورای مرکزی قریشینه ملک صاحب وکلای محترم رئیس فیدا چندین بار به مقامات شاروالی تقاضا کرده بود و بالاخره یک قسمتی از سرک از طرف مقام شاروالی کابل که پروژه توضیب شده بود، تقریبا اگر قریه را محاسبه کنیم 19 کیلومتر مربع در حدود ابی قریش نمی، در حالی که 1 کیلومتر مربع اعمار نشده. بنا آن باوجی که اگر یک سیش هم شده قابل قدر است، قدردانی میکنیم از کارشان و از پروژه را به ما توجه کرده و پیشنهاد ما این است که این سرک بسیار خراب بود و به تباقی هم مانده. تمام قریش نه تقاضای ما، پیشنهاد ما از مسئولین امارات و ناحیه مربوطه، این قریه مثل که پیشتر گفته شد 1.5 سال قدمت تاریخی داره. ما برزان قیمت قراجات کم جوار ما جدیدا در ظرف 2 سال 10 سال توزیع تمام سرکای عمومی که فرعی شهر کانکریت بندی شده و این قریه که قدمت تاریخی داره در جغرافی زی دیگه نوایی اعمار شده، شارک ها جور شده، تمام شکمال شده، جور شده و این ساحه همینطور با می حالت سابقیش مانده تقریبا 1.5 سال 1.5 هزار سال می شود. بنا تقاضای مردم ما، پیشنهاد مردم ما میست که مسئولین در این قریه توجه کنه و متباقی که 80% ساحه مانده این ساحه دوباره سرکایش جور شوه. و از توجه شما تشکر. بیندای عزیز در کنار ما یکی از هموطنای ما هستند که در این پروژه عملا کار میکردن، امرایشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، چی حال داری؟ خوب هستین؟ شکر فرمایید. بخیر سلامت باشید. در رابطه با این بار ما بگویم که چی مدت میشد شما در این ساحه کار میکردین و چند ساعت کاری شما مصروف بودین اینجا؟ اسم حضرت محمد باشنده می قریه است. ما در 6 بجه صبح شروع میکنیم تا 4:30 بجه بیگار کار میکردیم. و دیگه از این موسم ما تشکری میکنیم که مردم بسیار با مشکلات سر دچار بود، از طرف زمستان و از طرف بارم. زمستان خطلای می بود، بار خاکبار می بود، دیگه همین بر مردم یک سوله شد و در آینده تقاضا میکنیم که یک تعداد مشکلات های دیگه ما مثل نمیان برآورده شد و دیگه ما خوش می باشیم. بخیر سلامت باشید. در رابطه با ایمان ما چقدر حق زمان می گرفتین؟ چقدر معاش می داد در یک روز؟ و آیا این مشکلات اقتصادی هم حل می شد؟ ما در حدود 4.5 هزار پیار کارگر معاش می گرفت. باز اینجا مختلف بود، کارگر یک تعداد بود، کارگرای عالی بود، اونها یک تعداد اسکیل بودن، اسکیل لیبر بودن، باز ما معاشون یکم زیاد بود که اون 7.5 هزار پیار بود و که کارگرای عادی که بود 4.5 هزار افغانی بود روزانه. بخیر سلامت باشید. مدت یک ماه شما کار کردین؟ مدت برنامه برای یک ماه بود که یک کارگر کار کنه. من تا او باز کسی که در کار معلومات داشت، تجربه کاری داشت و یکم ادامه پیدا میکرد. میگن کارگرا هم کلش از قریه شی نبود؟ بله ها، کارگرا قریه شی نبود، خیلی یک تعداد ماجرین که در قریه زندگی میکنه اما هم اینجا اشتراک کردن در کار.
چقدر مشکلات حل شده با ایجاد سرک و قبلا چی مشکلات ها خاصتا در ایام زمستان داشتید؟ در ایام زمستان خو مشکلات ها بسیار بود که نمی سرک ها کل شب دن میشد، مردم ها عبور عمر کرده نمیتونید میکرد به بسیار مشکلات حال تقریبا 50% مشکلات از این مردم حل شده و داینده اگر 50% از اگام حل شده مردم خوش میشه. بخیر سلامت باشه برادر عزیز، با دوستم صحبت می داشته باشیم در رابطه با چگونگی کار و چقدر واقعا خوشحال هستن در این ساعت زندگی میکنین. یعنی سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال دارید لاله؟ ساعتتون خوب است؟ خوب است. بخیر سلامت باشه. میشه کوتاه خود معرفی کنین؟ اسم من بادامگل از باشنده قریه شینه و لسوالی بگرامی. بخیر سلامت باشه. در رابطه با ایجاد سرک بر ما بگین چقدر واقعا ایجاد سرک بر شما خوب شده و چقدر مشکلات تان حل کرده؟ مشکلات خو ان شاء الله خوب شده. یعنی یک دو مسجد است، مسجد حسین خیل، مسجد محمدی قریه شینه، مسجد جامع. یعنی دو مسجد مشکلاتش حل شده، چهار مسجد دیگه مانده. زیاد جای دیگه مانده، یک 35-300 مشکل مردم حل شده، دیگه سرکا مانده. از چگونگی کار از این پروژه چقدر راضی هستین به صفت یک هموطنی که در این ساحه زندگی میکنه؟ ولی از این پروژه ما راضی هستیم. از خود ما در این سرکار میکردیم، من اینجا بودم، من این سنگای از این ما چیندیم، دیگه همکارای ما هستم. میگن این سنگای کلان کلان در زیر کانکریت میکردیم؟ نه خیر، نمیماندیم، میکشیدیم سنگا را میکشیدیم. خب اگر کلان میبود خود ما نمیماندیم، حتی ما ویدو گرفتیم. یعنی ما جنجال شد، مرا خود من شخصا از کار جواب داد، کشیدن پس مرا وکیل صاحب ریسفیدا پس هم اینجا مقرر کرد. دیگه ما اینجا کار کردیم، انشاءالله مشکل نداره. خو یک تعداد جایی که مشکلی هست انشاءالله و عمل میشه. خیلی سلامت باشه، امیدوار هستم که مشکلات هموطنان ما حل شود. دوستای عزیز، قسمی که ما در اول بر شما گفتیم که این سرک 95% کارش تمام است و امروز قرار بود که این سرک افتتاح هم شود، بنابر مشکلات تکنیکی که به وجود آمد بالاخره از افتتاح ازی به روز بعد ماند. امیدوار هستم که به زودترین فرصت بر روی ترافیک هم باز شود و هموطنان ما به سهولت از اینجا عبور مرور کنند. اما تقاضای عمده و اساسی هموطنان هم این است که این سرک باید انکشاف پیدا کنه. بیشتر ضرورت است که این سرک بیشتر پیش بره و خاصتا میگن تقریبا نزدیک به 15 الی 16 مسجد در قریه شینه است، دو مسجد شدید سهولت سرک ایجاد استفاده کرده میتونه. امیدوار هستم که سرک انکشاف پیدا کنه و سهولت های زیادی در قریه بیاد، چون یکی از قریه های کهن و قریه نزدیک به ارگ حکومت است. این بود گزارش ویژه و اختصاصی از چگونگی کار پروژه بزرگی که در این ساحه آمده بود و سرک در سایه قریه شینه ایجاد کرده بود. تا گزارش های بعدی که بنده غلام صادق فقیری با جمع از همکاران خوبم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند لایزان امانت میگذارم. منتظر انتقادات، پیشنهادات سلام شما هستیم. خداحافظ.